آشنایی با 10 نفر از خلبانهای بزرگ دفاع مقدس. 10. شهید فریدون ذوالفقاری، فرمانده اسکادران شناسایی مهرآباد، خلبان هواپیمای شکاری شناسایی آراف 5، نابغه‌ای که بارها و بارها خطرناک‌ترین پروازهای نفوذی رو به عمق خاک دشمن انجام داد و از کلیدی‌ترین مواضع دشمن عکس هوایی گرفت. پالایشگاه‌ها، پل‌ها، پایگاه‌های هوایی و حتی سایت‌های پدافندی. ذوالفقاری حتی یک بار از موقعیت کاخ ریاست جمهوری تو بغداد هم عکس گرفته بود. 9. محمود اسکندری. خیلی‌ها هنوز اسکندری رو یکی از بهترین خلبان‌های فانتوم جهان می‌دونن. اسکندری تو خیلی از عملیات‌های مهم تاریخ جنگ نقش اصلی رو داشت. انهدام پل اروند، عملیات H3، حمله به بغداد پیش از اجلاس سران جنبش عدم تعهد، بمباران پالایشگاه کرکوک، بمباران ایستگاه راداری تموز. اسکندری بارها و بارها به دل جهنم زد و مأموریتش رو تو سخت‌ترین شرایط با موفقیت به انجام رسوند. 8. محمد الریان. الریان تکخال نیروی هوایی عراق، یکی از ماهرترین خلبانهای میگ 21 و میگ 25 که بنا به آمارهای مختلف بین 5 تا 12 F4 و F5 ایرانی رو ساقط کرده. مثلا گفته شده که هواپیمای شهید خلعتبری توسط الریان ساقط شده. ارتش عراق مدت‌ها روی الریان مانور میداد و اون رو شکست ناپذیر معرفی میکرد. عاقبت تو سال 64 یه تامکت ایرانی به این قصه پایان داد. 7. شهید علیرضا یاسینی. یاسینی از رکوردداران پرواز تو دفاع مقدس بود. با بیشتر از 2759 ساعت پرواز جنگی و بیش از 90 عملیات تو عمق خاک دشمن. رکورد دیگه یاسینی این بود که تو طول سالهای جنگ با F4, F5, میگ 29, سوخو 24 و PF3 پرواز کرد. با وجود اینکه فرمانده پایگاه بود و 55% جانبازی داشت، اما تا آخرین روزهای جنگ دست از پرواز بر نداشت. یاسینی سرسخت‌ترین خلبان ایرانی بود. 6. جلیل زندی. برترین خلبان تامکت تاریخ با دست کم 9 پیروزی هوایی تایید شده و 2 پیروزی هوایی احتمالی. 4 فروند میگ 23، 2 فروند سوخو 22، 2 فروند میگ 21 و 3 فروند میراژ F1. این تو شرایطی بود که خود زندی معتقد بود 16 تا هواپیمای دشمن رو ساقط کرده. تکخال نیروی هوایی ایران در طول 8 سال دفاع مقدس به تنهایی 2% نیروی هوایی دشمن رو نابود کرد. 5. منوچهر محققی. رکورددار بلا منازع پرواز تو تاریخ جنگ منوچهر محققی بود. 182 بار وارد خاک عراق شد و مأموریت انهدام مواضع دشمن را اجرا کرد. از روز اول جنگ که فرمانده یه دسته 40 تایی فانتوم تو عملیات کمان 99 بود تا آخرین روز جنگ بیش از 3000 ساعت پرواز جنگی داشت. خیلی از عملیات‌های هوایی بزرگ تو تاریخ جنگ بدون حضور محققی به اون نتایج درخشان نمی‌رسید. 4. حسین خلعتبری. حسین خلعتبری تو خیلی از عملیات‌های مهم دفاع مقدس نقش داشت. مثلا تو عملیات H3 یا عملیات کمان 99 خیلی از مواضع حیاتی دشمن رو زده بود، مثلا پل العماره رو یا پالایشگاه بصره رو. اما مهمترین چیزی که اون رو تو تاریخ دفاع مقدس موندگار می‌کنه نقشش تو عملیات مرواریده. خلعتبری استاد بلا منازع استفاده از موشک ماوریک بود. تو اون عملیات خلعتبری بخش عمده‌ای از نیروی دریایی عراق رو به تنهایی نابود کرد. 3. شهید عباس بابایی. عباس بابایی نمونه کامل از فرماندهی ایرانی بود. با وجود اینکه از سالهای ابتدایی جنگ سمت فرماندهی داشت، هیچ وقت پرواز و عملیات رو رها نکرد. تو سالهای جنگ بیش از 3000 ساعت با هواپیماهای مختلف پرواز کرد و حدود 60 مورد عملیات موفق انجام داد. علاوه بر اون بابایی بعد از تشکیل دادن قرارگاه رعد، تاکتیک‌ها و راهکارهای تازه‌ای برای عملیات‌های هوایی ابداع کرد که تو کم شدن تلفات هواپیماهای ایرانی خیلی مؤثر بود. 2. شهید علی اکبر شیرودی. علی اکبر شیرودی بالاترین ساعت پرواز جنگی رو بین خلبان‌های کبرا داشت. بیش از 40 بار دچار سانحه شده بود و بالگردش دست کم 300 بار گلوله خورده بود. شیرودی کمتر از یک سال بعد از شروع جنگ شهید شد، اما تو همون چند ماه اون قدر درخشان بود که یکی از مهمترین چهره‌های نظامی تاریخ معاصر باشه. مثلا تو عملیات سرپل ذهاب شیرودی موفق شد 47 تانک عراقی رو فقط تو 3 روز نابود کنه. 1. شهید عباس دوران. عباس دوران از ماهرترین خلبان‌های ایران. تو کمتر از 2 سال 120 سورتی پرواز برون مرزی موفق داشت. فرمانده ها برای تضمین موفقیت خیلی از عملیات های سخت و پیچیده گزینه جز عباس دوران نداشتن. برای همینم بود که اون رو برای عملیات بغداد انتخاب کردن، برای شکستن هیمنه پوشالی صدام درست پیش از مهمترین مانور سیاسیش تو سالهای جنگ. و عباس دوران کاری کرد که تبدیل به تأثیرگذارترین خلبان تاریخ دفاع مقدس